لیلی، از جزئیات دستور کار این نشست بیشتر برامون بگو. همونطور که شما اشاره کردید، دستور کار این اجلاس قرار بود فقط محورش جنگ روسیه با اوکراین باشه، اما به خاطر ناامنی‌هایی و جنگی که بین اسرائیل و حماس آغاز شد، حماس ببخشید وضعیت غزه و جنگ اسرائیل در اون منطقه جز اولویت این جلسات قرار گرفته. بر اساس این پیشنویس دستور کار، مسئله دیگری هم بهش اشاره شده و اون دسترسی مستمر و بدون وقفه و سریع و ایمن به کمک‌های بشر دوست برای مردم غزه هست، که در واقع مقامات زیادی که در این جلسه حضور داشتن پیش از این که به داخل جلسه برن، جلسه که هنوز هم ادامه داره، سعی کردن نقطه نظرات خودشون رو به خبرنگارا خیلی کوتاه بگن. معمولا اکثر مقامات اتحادیه اروپا حملات حماس رو محکوم شمردن. آقای جوزف بورل، ببخشید، آقای شارل میشل رئیس این شورای اروپا هم قبل از ورود به جلسه صحبت کرد و گفتش که حمله حماس به اسرائیل و گروگان گرفتن شهروندان یک حمله تروریستی است و اسرائیل حق داره که در چارچوب حقوق بشردوستانه و حقوق بین المللی از خودش دفاع بکنه. یکی از کسایی که در پیش از جلسه به خبرنگاران پاسخ داد در مورد موضع اتحادیه اروپا و موضع کشور آلمان، صدر اعظم آلمان آقای اولاف شولز بود. صحبت آقای اولاف شولز رو بشنویم در این خصوص. Jetzt geht's auch darum, dass wir بله، این درسته که ما هر آنچه در توان داشته باشیم به کار میگیریم که این درگیری به سراسر منطقه کشانده نشه. به همین سببه که تا این مرحله به خوبی روشنه که اون اتفاق نباید بیفته. در شمال هم حزب الله با اون فعالیت‌هاش نباید وارد جنگ بشه. همینطور ایران و گروه‌های نیابتیش که به نوعی تلاش دارن مداخله کنن. این هم به همبستگی ما نیاز داره. یکی از کسای دیگه‌ای که در پیش از جلسه صحبت کرد با خبرنگاران، نخست وزیر اسپانیا بود. به این اشاره کرد که باید در طول 6 ماه آینده یک راهکار اساسی بین اختلاف بین فلسطینی‌ها و اسرائیل رو براش یک راهکار اساسی ایجاد کرد تا این مسئله حل بشه، و همونطور که اسرائیل رو به عنوان یک دولت به رسمیت شناختن، برای فلسطین و سرزمین‌های فلسطینی هم اقدام مشابهی بشه تا این در واقع ناامنی ها در منطقه برای همیشه از بین بره. این جلسه احتمال میره که تا ساعت 12 شب اینجا به وقت بروکسل ادامه داشته باشه. فردا هم این جلسه ادامه داره و قرار بود امروز هم یک نشست مطبوعاتی باشه. بعد از روز اول جلسه به سوال های خبرنگاران در خصوص جلسه پاسخ بدن، اما احتمال میره که به خاطر طولانی شدن جلسه امروز این اتفاق نخواهد افتاد. فردا هم در مورد این جلسه من با شما خواهم بود.